نزدیک به شش ماه یعنی از ابتدای سال جاری میلادی است که سنی های روی طالبان قدرت را در افغانستان در دست گرفتند. دیدبان حقوق بشر در گزارشی گفته که از ژانویه 2022 حدود 13 هزار نوزاد در اثر سوء تغذیه و بیمارهای مرتبط با گرسنگی جان خدا در افغانستان از دست دادند. همکارم علی اکبری گزارش میدهد طبق گزارش منتشر شده توسط دیدبان حقوق بشر 95 درصد از جمعیت افغانستان به اندازه کافی غذا ندارند و 3.5 میلیون کودک نیاز به حمایت تغذیه‌ای دارند. سازمان ملل متحد نیز این وضعیت را یک بحران ناامنی غذایی و سوء تغذیه با ابعاد نظیر توصیف کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که زمان برای رسیدگی به بحران گرسنگی افغانستان در حال از دست رفتن است. رئیس یک سازمان بین المللی بشر دوستانه در افغانستان به گزارشگر دیدبان حقوق بشر گفته است کودکان اکنون فقط پوست روی استخوان هستند و من میترسم که این وضعیت بدتر شود. همینطور یکی از پزشکان سازمان پزشکان بدون مرز گزارش داده است نیمی از افرادی که ما برای مراقبت های ویژه بستری می کنیم دوچار سوء تغذیه نیز هستند دیدبان حقوق بشر گفته در حالی که بسیاری از کشورها متحد به کمک های بشر دوستانه شدن اما افغانستان به صورت عاجل به یک سیستم بانکی کارآمد برای رسیدگی به بحران نیاز دارد به قول این سازمان اکنون اکثر بانک های افغانستان به سختی به فعالیت های خود ادامه می دهند و در هفته های اخیر ایالات متحده و بانک جهانی میلیاردها دلار کمک را آزاد کردند اما محدودیت ها بر بانک های مرکزی افغانستان هنوز هم معاملات یا برداشت های بزرگ را غیر ممکن می کند. حقوق بشر از قول گروه های کمک رسانی که کمک های بشر دوستانه را ارسال می کنن، گزارش داده که انتقال کمک مالی به افغانستان مشکل شده است. این محدودیت به علت این است که بانک های بین المللی نسبت به تحریم های قبلی علیه طالبان محتاط هستند و بانک های افغانستان برداشت پول نقد را به دلیل کمبود ارز محدود می کنن. گروه های کمک رسانی گفتند که پرداخت ها به افغانستان معمولا توسط بانک هایی مسدود می شوند که نگران تخطی از تحریم ها هستند. بر اساس این گزارش بیشتر گروه های کمک رسانی از سیستم غیر رسمی انتقال پول یعنی حواله استفاده می کنن. در حالی که هزینه خدمات بین 4 تا 8 درصد در شهرها یا تا 13 درصد در مناطق دور افتاده شده است. قبل از 15 آگوست نرخ حدود دو درصد بود. دیدبان حقوق بشر تاکید کرده که مردم افغانستان نیاز دارند که از تمام حقوقشان از جمله حق دسترسی به غذا برخوردار شوند. این نهاد تاکید کرده که برنامه های کمک های بشر دوستانه میتواند به کاهش بحران اقتصادی کمک کند اما کافی نیست. در گزارش آمده طالبان نیز باید به این بحران رسیدگی کند از جمله با دادن اجازه کار به زنان و کمک کنندگان باید بر معاملات بانکی نظارت کنند تا اطمینان حاصل شود که پولها برای اهداف مشروع تجاری و امور بشر دوستانه استفاده می شود در پایان این نهاد تاکید کرده که بدون این کاهش بحران و کمک به کودکان افغانستان مشکل است